شب رفت و عالم روز شد، نور و صفا پیروز شد، عالم وفا آموز شد، نوروز شد، نوروز شد. درود و پیامی ما نثارتان باد بینندگان گرامی. خدام نوروز گلبسر را به دنیای وحدت و دوستی، به سرزمین زیبا و برناو و شکوفا، به ملت تمدن آفر و تشبسکار، به ملتی که این جشن را جهانی کرد و شکوه و شامت و عمر دوباره بخشید مبارک میگوید. نوروز جهان افروز امثال طبیعت شکوفا عزیز و در ذهن و زبین همه ابدی است. بینندگان گرامی، برنامه امروز حساب تاجیکستان را که بخشیده به جشن نوروز عالم افروز تهیه شده است پیشنهاد شما مینماییم. متخصصان مرکز آب و هواشناسی وضع هوای کشور را برای امروز 20 مارس سال 2022 چنین پیشگویی کردند. در شهر دوشنبه روزانه هوا 11 سانتی متر، شبانه 3-5 درجه گرم می شود.
ҳаво дар шаҳри Бохта рӯзона 13-15, шабона 4-6 дараҷа гармӣ пешгӯӣ шудааст. Гармии ҳаво дар шаҳри Хуҷанд рӯзона аз 8 то 10, шабона 3 то 5 дараҷа мерасад. ҳаво дар шаҳри Хорӯғ рӯзона 5-7, шабона 1-2 дараҷа гарм аст. Имрӯз дар ноҳияи Рашт ҳаво 3-5, шабона 1-2 дараҷа гарм мешавад. гармии ҳаво дар шаҳри Кӯлоб рӯзона аз 10 то 12, шабона аз 2 то 5 дараҷа мерасад. дар ноҳияи Данғара рӯзона 10 то 12, шабона 3-7 дараҷа гармӣ пешгӯӣ шудааст. рӯзона дар ноҳияи 5 ҳаво 13-16, шабона 2-5 дараҷа гарм аст. дар шаҳри Исфара давоми рӯз 5-6, шабона 2-5 дараҷа гармӣ пешгӯӣ шудааст. гармии ҳаво дар шаҳри Турсунзода рӯзона аз 10 то 12, шабона аз 2 то 7 дараҷа мерасад. صبح می دمد و نوری خورشید جهان را گرم و روشن می کند. زندگی با جلای تازه، با آرزوهای نیک و با سخن نو آغاز می شود. سخن بهترین گوهری گنجینه هستی است. سخن خوش در سحرگاهان الهام بخش است. اداره برنامه های صبح تاجیکستان تلویزیون تاجیکستان برای دریافت برنده ها و خبرنگاران آزمون اعلان می نماید. چهره زیبا، نطق برا، و دانش و مهارت بلند ایجادی دارید، پس بیایید، ما شما را به همکاری دعوت می نماییم. هنری بلند سخنوری و خبرنگاری و راویگی دارید، پس با ما مراجعه نمایید. نوروز آغاز سال با اعتدالی بهار است. با اون خاطر روز نوش میگویند که سال نو میلی تاجیک و تاجیک زبانان برابری ورودش آغاز مییابد. نوروز نشانه مردم نکو و نکوسرشت است. فرح برداشتن از سرور و نشاط مردم. شاد بودن از شکوفایی و آرایش گل و گیاها. آراسته و پیروسته نگاه داشتن خانه و در بشارت از سرشت پاک و خیرد ازلی آفرندگانی جشن خجسته پی می باشد. خانه تکانی یکی از آینه های نوروزی است. با برگزاری این مراسم مردم تاجیک خانه خود را تازه می کنند تا از بدبختی و ناراحتی های سال گذشته رها شوند و سال نوی اجدادی را با پاکی و خوشی استقبال می نمایند. فلسفه خانه تکانی در نوروز آن است که دوام سال در خانه هر بدی و هر بلای باشد از خانه بیرون کرده شود. با آن خاطر همه چیزهای خانه را می تکانند که از بدی های سال گذشته اثری نماند. بانوان برای تازه و آزاده نمودن خانه ها در و تریزه ها را می کشایند. کرپچه ها را آفتاب می دهند، می تکانند. زیرا می گویند اگر سال نو را در خانه تازه و آزاده پیشواز گیری همان پاکی و تازگی را می آورد. و عموماً تازه‌کاری و به خوشی استقبال گرفتن روزهای بهاری هم سنت‌های نوروز نیکپی است، زیرا این عمل‌ها افاده کننده آن است که ملت تاجیک از ازل تازه‌کار و سازنده بود و دارنده همین خصلت‌های نجیب انسانی خواهد بودند. جشن نوروز جشن بهمایی و سرجمعی و سازندگی و بنیادکاری است. جشن است که با آگاهانیدن ما رو از تاریخ دوری ملتمان وادار می سازد که آینده درخشان و نکو رو برای خود بنیاد سازیم.
در زمانی که انسان فاتح قله‌های بلند علمی است، فرهنگی والا، سنت و انعنه و فلسفه بی‌حدود جشن نوروز بالا می‌گردد. قبول شدنی قدنامه اداره حفظ میراث فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو وابسته به مقام بین‌المللی گرفتن جشن نوروز برجسته‌ترین شاهد این حقیقت است. باعث افتخار است که جشن نوروز به نوروز بین‌المللی تبدیل گردید و عالمگیر گشت. نوروز جشن عالم آدم، جشن آفرینش طبیعت و جشن احیای طبیعت یا خود جشن پیروزی نور بر ظلمات است. نوروز از دیگر جشنات تفاوتش در آن است که واقعا در مرکز آن فرهنگ بشر دوستی، دور کردن سینه ها از کینه ها و سرجمعی و اتفاقی و در مجموع جشن دهقان است که بنیت فراوانی همسالا تجدید می‌گردد. نوروز خجستپای جشن خیرخواهی و خیراندیشی با گفتار و پندار نکاست. گستردن خانه نوروزی و آراستن آن با هفت‌سین و هفت‌شین نشان خیر و برکت است. در جشن نوروز خوراک‌های ملی از گیاه‌های شفابخش آماده شده زیب خان و کاشانه هاست. مردم آنچه که دارند روی خان نوروزی می‌گذارند با آن نیتی که تمام سال فیض و برکت و سرور و نشاط با آنها باشد. نوروز پیش از آن که یک جشن یا مراسم باشد، رمز مهر و محبت انسانی است. وسیله دور کردن کینه و عداوت می باشد. همین انسانگرایی نوروز است که در درازای تاریخ نابسته از فشار و محدودیت این جشن اجدادی تا زمان ما رسیده است. تلاش نماییم که همه عنصرهای این جشن زیبای ملی را تکمیل داده در شکل کامل به نسلهای آینده میراث گذاریم. نوروز را جشن دهقان و زراعتکاران نیز می گویند. از این رو در این جشن خوراکهای آماده می نمایند که در آن زراعت دانگی بیشتر استفاده می شود. همه خوراکهایی که برای نوروز آماده می شوند معمولا از گندم آماده می گردند. سومنک بهترین نمونه آنها می باشد. انعنه نوروز، این گلگردانی، دهه نوروز، خانه‌تکانی، هفت‌سین و هفت‌شین، بازی های ملی و پختن خوراکهای نوروزی می باشد. سومنک یک نوع خورش نوروزی است. دو هفته قبل از جشن نوروز مردم در خانه هایشون در طبخ ها گندم را شسته می سبزانند و روز جشن پیشنهاد مردم می گردانند. آنجا همراه با زن های دیگر در دیگ کلون سومنک می پزند. در تاجیکستان مادران چهار نوع سومنک را آماده می نمایند. سومنک دکچگی که آن را بیشتر می جوشانند و به مانند حلوا آماده می کنند. سومنک نانی نوعی است که با آب آماده گشته سبز آرد همراه نموده کلچه تیار می کنند. آن را اساسا در تنور با بالای لالی های آهنین گذاشته در بالای لخچه آتش می پزند. دلده یک نوع تمام نوروزی است که از اشکمبه، پوچک گاو یا گوسفند و هفت نموده زراعت دانگی از قبیل گندم، جو، لوبیا، نخود، کنجد و موشونگ آماده می شود. زیرا رقم هفت رمز خوب است و باید به خوراکی نوروزی هفت نمود زراعت دانگی ایلاوه نمایم. همه محصولات نامبر شده را در ظرف کلون یک جا کرده با آن آبی بسیار ایلاوه می نمایند و در مدت یک شب و نروز آن را در آتش پست آماده می کنند. گردم را بشویم و میچکیم. میچکیم در زیر می دوزیم گندم که بخی با بینا برد می ریزه می کنیم برگوشا و می دوزیم تیار می شود. گندم جوشا نمیچکیم. آش بوریده یا اوگرو در نوروز همچون رمزی عمری دراز و خوشی آماده کرده می شود. این نوی تاوم از رستنی های فایده بخش و زغولای بوریده آماده می گردد. در بیشتر منطقه های مملکت آن را با نوهای گوناگون آماده می کنند. در جشن نوروز ما همراه همسایگان امکل تاوم های ملی آماده می کنیم. تلای بوریده یکی از تاومی قدیمه مردمی تاجیک است. خیلی لذیذ و منفعت بخش است. ما وقتی که همین گونه طعام ها را آماده میکنیم خیلی خوشحال میشویم و میخواییم که نسل جوان آماده کردن طعام های ملی را آموزند. این طعام به همه پسند است و در همه منطقه های تاجیکستان آماده کرده میشه. در جشن نوروز باز چندین خوراک های ملی دیگر نیز آماده کرده میشوند. این طعام ها از گذشتگان با ما میراث ماندند.
بچی همون همه خیلی تیار میکنیم. در دیگه قوه میدازیم، علاوه میمونیم، قوه جوش میویم، نمک همه پرتویم، نمکش همه چیم که همه سواد باشه. بعد اوه برداریم با در یکان جوگه میگیریم. جوشید فختک و یک طبق گره دمش میدازیم. بعد میبرداریم. ایره با مسته میخورن یا خیلیش برغانی زر میخورن و شیر میخورن. کچی ما اومده شید هاز ما کچی رو میبرداریم. ماست توسط جشن نوروز قدیمترین انعنه و سنت های مردمی تاجیک از نو احیا و برای آیندگان ترغیب شده استودند. نوروز ای خجسته ترین روز روزگار، نوروز ای برابری روز شب، درود ای جشن آفتابی پیروزی فرو، در سرزمینی دایره بزمی کهن سرود. ای جشن آب و آتش و خاک و هوا زهی، آیین سبزی سبزه و آینه امید، شاگون پاک پاک و نیکوترین شگون، در نوده کبود شکوفایی سپید. نوروز ای پیام پگاهی روشنی، دروازه های بسته برویت کشاده ایم، در خانه تکیده خود از غم جهان، پیش تو باز سفره روزی نهاده ایم. نوروز ای همیشه بهار، ای همیشه سبز، از آرزوی بخت هزاران هزار سال می جوشد آرمان تو در خون تاجیکان. نوروز زادنامه فرهنگ باختر، نوروز زادروز همایون تاجیکان، نوروز زادروز همایون تاجیکان. نا
نوروز یکی از جشنهای معروف و باشکوهترین مردم تاجیک بوده، از سپیددمی فرهنگ و تمدن آریایی تا به امروز نو بسته به وضع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و ایدئولوژی دوره‌های تاریخی در بین مردم ما با شکوه و شهامت خاصه تجلیل می شود. تنتنه‌های جشن نوروزی در تمام گوشه و کنار کشورمان با شکوه خاص ادامه دارند. از جمله در دانشگاه ملی تاجیکستان جشن نوروز را با دستاوردها و نوگانی‌های علمی استقبال نمودند. صحن مؤسسه و نوروزگاه بزمگاه بزرگی را میمان که با شعار و آویزه های جشن نوروز بین المللی مبارک بود هموطنان عزیز. نوروز شد جهانی، نوروز مبارک و دیگر شعارهای هویت ملی داشته آرا داده شده بودند. کافدرا و فکلته ها باشند، در دو طرف راه روی دانشگاه سفره استرده و در گوشه های ویژه دستاوردهای تعلیمی و متدی علمی و ایجادی استادان و دانشجویان را به نمایش گذاشتند. جشن نوروز در زمان صاحب استقلالی دوباره احیا گردیده، ملت کهن بنیاد تاجیک از هستی و مقام والای خیش در عرصه بین المللی به عالمیان بار دیگر مژده رسان. سعی و تلاش ها و زحمت های پیوسته پیشوای ملت بودند که تاجیکان را در عرصه بین المللی همچون ملت تمدن آفر، خلق صلح دوست و وحدت آفر و کشوری تشبسکار و بنیادکار شناختند و اعتراف کردند. اینچنین بخشیده به جشن بین المللی نوروز در فیله دانشگاه ملی تدقیقاتی تکنولوژی میسیس در شهر دوشنبه با اشتراک عالمان و دانشمندان و دانشجویان مؤسسه جشن خجستپه نوروز در سطح بلندی تشکیلی و ایجادی و در دایره ارزش های ملی و فرهنگی، سنت های نوروزی و برنامه های فرهنگی برگزار گردید. در یک گوشه نوروزگاه هنرهای مردمی و طعام های ملی، دستاوردهای علمی و تدقیقاتی عالمان و دانشجویان گذاشته شده بود. سپس برنامه ایدانه از جانب اهل هنر دانشگاه پیشکش شد. از جانب دانشجویان دانشگاه شعر و سرودها در وصف بهار و نوروز قرائت گردیدند. مایه سربلندی ماست که امروز این جشن تاریخی را در زمان رشد و شکوفایی تاجیکستان عزیز، وحدت و یکدیگر فهمی، افزون نمودن دستاوردهای صاحب استقلالی مملکت تجلیل می نماییم. از این رو هر فردی با ننگ و ناموس وطن را ضرور است که با نیروی دوچند برای آبادی وطنی عزیزمان سعی و تلاش نمایند.